دوست عزیزم، شما به این دنیا نیومدی تا برای پدر و مادرت فرزند صالح و حرف شنوی باشی. شما به این دنیا نیومدی که برای مردم و میهن و سرزمینت شهروند قانونمند و خدمتگذاری باشی. شما به این دنیا نیومدی که در خدمت فلان دین و فلان مذهب و فلان آیین باشی. شما به این دنیا اومدی تا زندگی کنی، تا از تجربه حضور در این جهان بهره بگیری، تا از حضورت لذت ببری، روزهای زندگی رو ببینی، تجربه کنی، تلخی ها، شیرینی ها، سختی ها، آسونی ها رو از سر بگذرونی و روز به روز قوی تر و شادتر و بالنده تر بشی. تو یک عمر و یک زندگی بیشتر نداری و این عمر و این زندگی یگانه رو به هیچ کس و هیچ چیزی بدهکار نیستی. پس نهایت بهره رو از این عمر و از این فرصت بی بازگشت ببر. نگران هم نباش، خداوند عاقل و عادل و مهربان و بی‌نیاز انقدر ضعیف و ذلیل نیست که به خاطر پیروی نکردن از فلان حکم و فلان دستور دست و پای من و تو رو ببنده و مثل یه جلاد ظالم ما رو پرت کنه وسط زغالای گداخته. اینا تصورات و تخیلاتیه که ذهنهای کوچیک و بسته ساختن و به خدایی که توی ذهن خودشون نسبت میدن. پس شاد و بالنده و شکوفا زندگی کن و تا جایی که میتونی به دیگران هم کمک کن که شادی و شکوفایی رو تجربه کنن. و بگذار این دنیا همونطور که تو از حضور درش بهره میگیری و لذت میبری، از حضور تو بهره بگیره و لذت ببری. اما یک نکته، حرفایی که زدم به این معنی نیست که برای پدر و مادرت فرزند ناصالحی باش یا به اونا بی‌توجهی کن یا اینکه قانون شکن باش و به جامعه مثلا دهنکجی کن یا اینکه حتی به دین و آیین و مذهب بی توجه باش یا بی دلیل با اون لج بکن. نه، معنی حرفم این بود که همه اینها رو آگاهانه و آزادانه انتخاب کن و انجام بده. تو عمر و زندگیت رو به هیچ کس بدهکار نیست. برای زندگی خودت، برای شادی خودت، برای بالندگی خودت هدف و برنامه روشن و سنجیده‌ای داشته باش و همه اون کارها رو در خدمت تحقق اون شادی و اون شکوفایی و اون هدف اصلی انجام بده. خواه خدمت به پدر و مادر، خواه مهر و محبت به دیگران، خدمت به سرزمین، یا بر فرض پیروی از فلان دین یا فلان آیین یا مکتبی که اون رو به هر دلیلی درست میدونی. موضوع اینه که این تو باشی که انتخاب میکنی، این تو باشی که تصمیم میگیری و این تو باشی که آگاهانه توی اون مسیری که خودت تعیین کردی و خودت درست دونستی گام میزنی، نه اینکه دیگران برای تو زندگی رو تعیین کنن یا خوب و بد رو به تو تلقین بکنن.